جوابشو میدم. حداقل سه بار باید تو این بازی اخراج میشه. آقایون ما هم بازی ها رو بلده. سلام. بازیه سختیه، فینال واقعا. تو هیچ سه هیچ میزنیم زبان. این همه هوادار اومده به عشق استقلال. استقلال زبان. صد درصد استقلال. بازی ان شاء الله که استقلال میبره. بچه استقلال زبان چطور میبینید؟ سه هیچ میبره. استقلال دو تا میزنه، یکی بلانکو یکی محمد. از خوزستان به عشق استقلال اومدیم، بازی رو سه هیچ میزنیم. بلانکو میزنه، مهراد محمدی و آرمین سهرابی. از بلوچستان زاهدان. چقدر یه روز و چه دلیلی باعث میشه که این همه راه و بیاییم به خیلی به خاطر عشق استقلال اومدید؟ به نظرم استقلال میبره دو استقلال دو یک ایشالله میبری نتیجه دو هیچ استقلال قهرمانی. این تیم لیاقت قهرمانی داره، چون اصلا از اول فصل این تیمو اذیت کردن، هرچی بازیکن بود برای پیروزی گرفتن، اصلا برای استقلال نذاشتن بازیکن بگیره، همشون سنگ اندازی کردن، اصلا نذاشتن نتیجه بگیره. آقای نکونام قبل از اینکه سرمربی ما باشه هواداره، اینو به ما ثابت کرده، به خاطر همین ما پشتشیم همه جوره. پدر دختری تشوردید استادیوم باش اندومه. من چندی بار اومدم ولی دختر اولین بار بود. اولین بار. چه داری؟ خوب، هیجان دارم. و چطور می‌بینی بازی رو؟ بازی می‌بریم. و چه قهرمانی استقلال می‌کنی مسجل شده؟ فکر می‌کنم 80 درصدش اوکیه. نه. نه. احساساتی شدی؟ اولین بارم میام بازی. امیدوارم بهت خوش بگذرم. ممنونم. خیلی اذیت شدیم، واقعا سختی کشیدیم تا پامون به استادیوم باز بشه، بتونیم بیایم ورزشگاه تیم محبوبمون رو حمایت بکنیم. و من واقعا نمیدونم که چرا اگر آقایون اشتباه میکنن تاوانشو ما خانما باید پس بدیم، ما ایم که محروم بشیم نیایم استادیوم. سوت خودش رو به صدا در میاره و بازی دو تیم استقلال و زباهن از این لحظه آغاز میشه. دیگه بازیکن تیم زباهن چه زده حمله میزنه. زباهن تک بده با دروازه، با توی دروازه. گل برای زباهنه، گل برای زباهنه. با مجید علیاری دروازه استقلال رو باز کرد. دفاعی چپ یه ارسال نرم و کوتاه روی دروازه، فرصت داره استقلال. محمد جواد محمدی، پاس برای اسلامی، کارای تکنیکی، پاس عالی میتونه به سمت راست برای تیم زباهن یه خطر به همراه داشته باشه. خود بازیکن زباهن از ضربه‌شو خیلی خودخواهانه زد دیگه. اینجا باز هم حمله استقلال یه رسول بلند، یه دروازه اشتباه فروزان و خروجش.
بلند توپ روی دروازه، یه ضربه سر، فرصت برای استقلال، توی دروازه، توی دروازه، حساب کار. اما خب داور گل رو مردود اعلام کرده. اشاره میکنه که از دستش استفاده کرده، دست مرداد محمدی هم توپ برخورد کرده بود و اون رو خطای هند تشخیص داد. در اون شلوغی فرصت برای ماشاری پوف میزنه و توی دروازه، جلال الدین ماشاری پوف حساب کار رو 1-1 میکنه. مهداد محمدی میفرسته توپو، چه ضربه ای زد فخرالدینی. بازیکنان زوباهن در موقعیت تهاجمی قرار دارن، شوت از راه دور، بلند به روی دروازه رو سر آرمان رمضانی، حالا فرصت به جعفر سلمانی، حالا بلانکو و توی دروازه، توی دروازه، گستاو بلانکو، گستاو بلانکو نمیذاره این همه هوادار ناراضی ورزشگاه ترک کنه. استقلال باعث شد که بازی دلچسب و هیجان انگیز حداقل برای هواداران پرشور استقلال چه در ورزشگاه و چه در پای گیرنده ها در بیاد.
وقتی این بازی رو دیدم یاد 15 سال پیش دور آقای قلعه‌نویی افتادم. تو دقیقه 90 برای امتیاز گرفتن، برای گل زدن می‌جنگیدیم و یه لذت خیلی خوبی برام داشت این بازی. یه بازی خیلی خوب تاکتیکی از جواد نکونا، مخصوصا نیمه دوم ماشاءالله بازیکن‌ها خیلی خوب تلاش کردن. عزیزی نه من فنی نیستم. چرا؟ خب شما فنی هستی. به خدا نیستم، نه قربونتون برم عزیزی، ولی من خیلی بازی خوبی دیدم، خیلی تماشاگرها و فکر کنم بازی لذت بخشی رو دیدن. مبارک تیم استقلال باشه. جلو تیم صدر جدول که داره واسه قهرمانی میجنگه واقعا شجاعانه بازی کردیم. تا دقیقه 90 هر کاری تونستیم کردیم، ولی خب میگم برد و باخت تو بازی هست. تبریک میگم به تیم استقلال. دقیقه 70 فکر کنم 78 بازی 80 بازیه. محمد حسین اسلامی 22 سال سن داره. دریبل داده روزبر و تک به تک خطا میکنه. کارت زرد دوم باید بگیره. چون خط جلوی ما همه جوونن، یکی نمیره به داور بگه آقا کارت زرد دومشو بده اخراج شه. من باید از دفاع وسط بودم 60 متر 70 متر بیام جلو بگم آقا کوپال، تا برسم 10 ثانیه 15 ثانیه اصلا دیگه کارت نمیده. شما صحنه روز به چشمی رو نگاه کنید، من فکر میکنم حداقل 3 بار باید تو این بازی اخراج میشد. و همین آقای نازنین، بازی با هوادار، منو تو دو تا حرکت ساده همین کارت زرد منم هم ببینید گوشه زمین به این کارت زرد داد. کسانی که خط میگیرن از ارباباشون که بیان اینجا 100% توان بذارن، ما دنبال این نیستیم که بازیکن حریف توان نذارن شل کنن، چون قبلا استقلالی بودن، ولی این توقع رو داریم که حداقل شرافتمندانه بازی کنن با خط. و نمیدونم بازیایی که ما فوتبالیا بلدیم 20 دقیقه است تایم بازی رو تو وقت خوشی نگذرونن. آقایون ما هم بازی‌ها رو بلدیم، اون بازیاری که شما با رمز و رموز به بازیکناتون انتقال میدیم ما هم بلدیم. بازیکنی که میاد تماشاچیای ما رو تحریک میکنه، دور رفت بعد از گل جلو تماشاچیامون خیلی خوشحالی میکنه. من فکر میکنم که اینجا هم تو ورزشگاه آزادی وقتی به استقلال گل میزنید خوشحالی کنید، جلو تماشاچیامون خوشحالی کنید. ما ابایی نداریم، ما اینقدر به قدرت بازیکنامون ایمان داریم که مطمئنیم به بازی برمیگردیم. آقای رضایی در مورد درگیری تو صحبت می‌کنم. در مورد تو دارن صحبت می‌کنن. چی شد اون لحظه؟ آقای رضایی میاد صحبت سعدی حامدی فر. کی است؟ حامدی فر نمی‌شود. جوابشو میدم. فوتبال که دیگه بالاخره این اتفاقات هم داره، بعد خودتون همه شاهدین توهین زشتی که آره توهین زشتی که بازی رف انجام داد، ولی خب این چیزا طبیعیه تو فوتبال. و تیمی که برده قاعدتاً واکنشی نشون نمیده به این چیزا. و مطمئناً من این چیزی شنیدم که این کارو انجام دادم. خدا مصدوم بود، یعنی به خاطر مصدومیت بازی که دقیقاً تو همون جای مصدومش فکر کنم امارای هم گرفته پارگی داره، همونجا رو لگد زد و حالا درست نیست، قشنگ نیست. اگر نیم فصل اول اتفاقی افتاد، یه صحبتی شد، شما هم جواب دادی، همون باید تموم شه. شما 20 سالته، 22 سالته، تو این فوتبال باید احترام بزرگتر رو حفظ کنی. حتی اگه یه زمانی بزرگتر اشتباهی میکنه، حالا شما هم که جواب دادی تموم شد و رفت. اصطلاحاً یعنی چی غوره نشده مویز شدن. متاسفانه امیدوارم برایشون حالا آرزوی موفقیت در آینده دارم. و اینکه یاد بگیریم کنار هم دیگه، این فوتبال میچرخه، پس فردا ممکنه شما دو تا هم تیمی شید، یه جوری که تو روی هم دیگه بتونید نگاه کنید. آقای حامدی فر فکر کنم 20 سال 22 سالشه، این به هم به آینده خودش ضرر میزنه، هم به تیم استقلال. و فکر میکنم که باید کمیته انضباطی ورود کنه و نباید بذاره همچین صحنه‌ای به وجود بیاد که بازیکن به خودش اجازه بده همچین کارهایی کنه. و من فکر میکنم که کمیته انضباطی باید واقعا یه حکم میده که بازیکن اصلا این کارا رو نکنه، چون باعث میشه که تنش به وجود بیاد و همین تنش بره وارد سکوها بشه. تعویضایی که انجام دادیم
ریسکی بود، شکل بازیمونو کردیم هجومی تر با تعویضایی که انجام دادیم و خدا رو شکر تونستیم به بازی برگردیم، بازی رو ببریم و سه امتیاز ارزشمند کسب کنیم. تشکر میکنم از تمام هوادارامون، سنگ تموم گذاشتن، شرمنده شدیم، خدا رو شکر تونستیم فقط جواب محبتشون رو بدیم. تعویضای ما آماده بود بره توی زمین، متاسفانه گل مساوی رو خورد. دیگه دو دقیقه تعویض موند بیرون شد، تو از جریان بازی خارج نشد، از جریان بازی خارج نشد، تعویضای ما انجام میشه شما گل رو نمیخوریم. بعد از اون به نظرم فوتبال درستی بازی کردیم. طبیعی هم هست وقتی شما موقعیتات استفاده نکنی، به هر حال این فرصت رو میدی که تیم حریف از موقعیتاش استفاده بکنه. فکر میکنم که حداقل دو سه موقعیت بسیار خوب در ضد حمله و ضربه آخر داشتیم. خب ما تو پمو تو گل نرفت، دو تا گل فوق‌العاده استقلال زد که این حالا جدا از حالا گل خوبی که زدن، کیفیت دو بازیکن خارجی هستن که استقلال داره. مهدی پور، یامگا، متاسفانه بازیکنای کلیدی که من تا آخر فصل اینا رو دیگه ندارم. سیلوا امروز ما با اینکه تمرین کردش آوردیم بین این دوتا، آرمین و سیلوا، تصمیم گرفتیم یکی رو بیاریم، گفتیم یکیشونو بیاریم، حالا هر دوتا رو یهو دوباره دست ندیم خدا نکنه. نفرات و یارایی که تیمای رقیب دارند و با تیم ما بذارید کنار هم دیگه، بعد ما موقع خودمون رو مقایسه میکنیم، خودمون رو با خودمون مقایسه میکنیم. ما باید بهترین باشیم و هستیم و بودیم تا حالا. شما دیدید بعد از بازی بازیکنهای من جون نداشتن دیگه، روزایی بلند شد یه سریاشون. یه بازیکنم ایمان سلیمی دیدید مصدوم شدش، من سعادت اردنی رو گذاشتم دفاع وسط. به هر حال اینا اتفاقاتیه که گذشته، دوست ندارم دیگه بهش بپردازم. نگاهم مثبت به جلو و تمرکزم رو چهار تا بازی از امروز، جشن و شادی و خوشحالی و با خانواده و هر چی که هست. فردا کارمون شروع میشه، بازی بعدمون قطعا سخت‌تره، هر چی بازی جلوتر میره سخت‌تر و سخت‌تر میشه.